با آنکه شکایت ها همواره از نبود عرضه خدمات معیاری و امکانات صحی در افغانستان مطرح می شود، اما دکتران افغان به تازگی توانستند با انجام عملیات بی سابقه دو نوزاد با هم چسبیده را از هم جدا سازند. عملیات این نوزادان که باشنده های ولایت بدخشان هستند و از ناحیه بطن با هم چسبیده بودند، در بخش جراحی عمومی انستیتیوت طبی فرانسه در کابل انجام شد. دکتر جلیل وردک که این عملیات را انجام داده است، به خبرنگاران گفت که عملیات جداسازی این کودکان پیچیده و بی سابقه در کشور بوده است. این طفلک ها در قسمت بطن با هم چسبیده بودند و بعد از اینکه ما مریض ها را به عملیات آماده ساختیم، واقعا دریافت ما در جریان عملیاتی بود که قسمت آخر روده های خرد و روده های کلان کاملا با هم مشترک بودند. چیزی که بسیار بر ما دشوار بود جریان عملیات، همکارای طبی ما میفهمند که سیستم واییشان، یعنی سیستم شیریانی و وریدی جدا کردن از این بسیار زیاد مشکل بود. تصمیم به این شد که بسیار با دقت کار انجام شود و بالاخره عمو قسمتای که شیریانی، قسمتای شیریانی وردی که نزدیک به یدگه بودند دریافت شد و تقسیمات روده ها خرد و کلان از این قسمت صورت گرفت. به گفته دکتر وردک، والدین این نوزادان پس از تولد آنان فکر کرده بودند که نوزادانشان پسرند و نامهایشان را تابش و رامش گذاشته بودند، اما پس از عملیات مشخص شد که این دو نوزاد با هم چسبیده پسر نه بلکه دختر هستند. دکتر جلیل وردک گفت که به خواست پدر این نوزادان آنان را عایشه و صدیقه نام گذاشته است. هرچند آقای وردک نگفت که عملیات های بدی روی این نوزادان چه زمانی انجام خواهد شد، اما وی وضعیت صحی آنان را قناعت بخش خواند. این در حالی است که چندی پیش نیز دکتران افغان در شفاخانه سردار محمد داوود خان دو جوانی را که ملول مادرزاد بودند و راه رفتن نمی توانستند با عملیات شگفت انگیز قادر بر راه رفتن کردند. همچنان چندی پیش دکتران افغان توانستند پارچه ای را از مغز یک سرباز که یک بخش جمجمه اش از بین رفته بود بیرون کنند و وی را پس از 4 ماه به هوش آورند. پیش از این دکتران افغان توانستند شماری از بیمارانی را که به سوراخ قلب مبتلا بودند نیز عملیات و به گونه موفقانه تداوی کنند. در این حال پدر عایشه و صدیقه با ابراز خرسندی از انجام عملیات دخترانش بر رادیو آزادی گفت فکر نمی کرد که نوزادان با هم چسبیده اش زنده بمانند. ما به این امید بودیم که اینا از دنیا و قدر زندگی زیاد هم نمی کنند و هیچ دیگه تصمیم همی عملیاتی از یارا گرفتیم که تنها اینا از بر یک دیگر جدا شوند. ما به این امید نبودیم که اینا زنده بمانند. تنها خداوند برای ما همکاری کرد و دکتر سیبا سبب شد اینا را از بر یک دیگر جدا کرد، با حال زنده ماندند. مردم نیز با ستایش از انجام این عملیات می گویند که حکومت باید برای فراهمسازی خدمات صحی معیاری در افغانستان تلاش کند و باور آنان تجهیز شفاخانه ها با وسایل پیشرفته تر و توجه به آموزش بیشتر دکتران می تواند احتیاجات بیماران افغان به کشورهای همسایه و منطقه را کاهش دهد.